وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام درود خدمت شما بینندگان عزیز هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم و عذر میخوام بابت تأخیری که ایجاد شد چند دقیقه ما تأخیر داشتیم و این تأخیر به سبب بنده اتفاق افتاد و امیدوارم بنده رو عفو کنید و اما من مثل همیشه میرم سراغ سوالهای شما بینندگان عزیز راه ارتباطی رو هم میدونید از طریق واتساپ فقط پیامهای نوشتاری و صوتیتون رو برای ما ارسال کنید و برای ارتباط مستقیم با برنامه فقط از این تلفن استفاده کنید یعنی 2044 تماس تلفنی هست و ما واتساپ رو فقط برای پیامهای صوتی و نوشتاری خودتون اما اینکه سوال یکی از بینندگان عزیز رو دریافت میکنیم از واتساپ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یک سوال داشتم استاد در موردی یعنی آموختن علم دنیوی و علم دینی با کدام را با طریق آسان یعنی علم را از خود کنیم هم علم دینی باشد و هم علم دنیوی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یک سوال داشتم استاد آیا با تنی لوچ نماز خواندن جایز است منظور از تنی لوچ یعنی از نوف تا نوف یعنی اگر لوچ باشد یعنی لخت باشد بله بله بفرمایید علیکم السلام و رحمت الله این از همونهاییه که بله بفرمایید بفرمایید صداتون قد وصل میشه صداتون خوب نمیاد بفرمایید شبکه نوره بفرمایید ممنونم زنده باشید بفرمایید بله بفرمایید خواهش میکنم سلام و رحمت الله ممنونم بفرمایید بفرمایید قطع شد این دوستمون پرسیدن که علم دینی و علم دنیوی رو چگونه خیلی آسون کسب کنیم ببینید هیچ چیزی آسون به دست نمیاد شما اگه بخواید تو خونتون بشینید همه خوشی ها رو داشته باشید همه ملذات رو داشته باشید همه وقتتون در خوشی و در تفریح و در خوشگذرانی باشید بعد بگید علم رو کسب کنم علم باید حتما براش وقت بذاری و باید حتما علم رو از مراتب مختلف علوم شروع کنی و کم کم پله پله تا برسی به درجه بالاتر و عالی تری ولی اگه شما واقعا هم مغم علم رو داشته باشید حتما این رو کسب خواهی کرد راه علم های دنیوی علم دنیوی که وقتی که میگید مقصود این مهارت هایی رو در زندگی کسب کنید
علومی رو همونطوری که در به شکل آکادمیک مردم علم رو یاد میگیرن یاد بگیرید، یا بخواید به شکل فقط مهارت کسب کنید. اگه بخواید مهارت کسب کنید، دوره های مختلفی وجود داره در همه حرفه ها و علوم مختلف، میتونید برید به شکل مقطعی اون چیزا رو یاد بگیرید و استفاده کنید. اما در مورد علم دینی، علم دینی هم باز مراتب خاص خودش رو داره، باید حتما مراتب علم رو صغر شروع کنید، همونطوری که اهل علم میگن باید از صغار علم شروع کنید، یعنی از پایه پایه کوچیک ها شروع کنید تا به مراتب بالاتر برسید. و اگه وقت خاصی رو بذارید برای اینکه قرآن کریم رو بفهمید به عنوان مصدر اول تشریع در اسلام و اصلا کل اسلام رو ما از قرآن کریم و سپس از سنت پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام میگیریم، ولی اینها همه علوم پایه‌ای میخواد. شما باید صرف و نحو رو یاد بگیرید، باید حتما بلاغه رو یاد بگیرید، باید علم اصول فقه و علم حدیث و علم فقه رو، همه اینها رو باید به مراتب کم کم یاد بگیرید. ولی در هر چیزی سعی کنید که به اندازه‌ای که لازم هست براتون، اگه میخواهید فقط به اندازه زندگیتون بدونید، حلال و حرام رو بدونید، خیلی از کتاب هایی هست که موضوع رو آسون کرده و میتونید از اون کتاب ها استفاده کنید که احکام فقهی درش هست، اگر منظور شما از اون هست. و الا اگه میخوای علم رو به مراتب عالی به حد والایی برسید، باید حتما از صغار علم شروع کنید و باید حتما وقت بذارید براش. ولی چیز غیر ممکنی وجود ندارد. هستند علمای بزرگی که در سن 60-70 سالگی شروع کردن و مطرح شدن و بعد اون به عنوان یک عالم و یک مفتی مطرح بودند. بله بفرمایید. بفرمایید. جواب دادن به ابلهان خاموشی است. اینها ماهیت خودشون رو روشن کردند. شما اگه نماینده مذهب هستی که هستی، اگه نماینده دین هستی که هستی، داری از یه دینی حرف میزنی، چیزی رو که آخوندا به تو یاد دادن که به پیامبر، به همسران پیامبر اکرم اهانت کنی، که به یاران پیامبر اکرم اهانت کنی، خودت رو هم مسلمان میدونی، بهت یاد دادن که بهت بگن این دینه، ولی هر انسان عاقلی میدونه که این دین نیست، این ضد دینه، این نه تنها ضد دینه بلکه ضد انسانیته. کسی که داره به اعتقادات و باورهای دیگران، اون هم بدونه، یعنی به فقط هدف اهانت کردن، به نیت اهانت کردن، به هدف اهانت کردن داره اهانت میکنه به باور و اعتقاد و شخصیت هایی که در نزد 1.5 میلیارد انسان مسلمان محترمن. این آقا به نمایندگی از مذهبش، به نمایندگی از آخوندهایی که روی منبر در ایران شب و روز بهش یاد دادن، داره توهین میکنه. و البته در همین دنیا عقوبت اون رو خواهد دید و در آخرت هم. میرم سراغ سوال بیننده عزیز دیگری. سوال کردن، گفتن که سلام علیکم استاد، جواب من رو بدهید لطفاً. من عرض کردم به بعضی از شما بینندگان عزیز با واتساپ تماس نگیرید، ولی متاسفانه ظاهراً حرف بنده رو یاد نگرفتن. با 2044 تماس بگیرید، با واتساپ تماس نگیرید، چون ما نمیتونیم، یعنی صدای شما رو نمیتونیم بگیریم، وقتتون به هدر میره و هیچ فایده ای هم نداره، وقت برنامه هم به هدر میره اگه جوابتون رو بدیم، چون صدای شما به ما نخواهد رسید و صدای ما رو هم شما دریافت نخواهید کرد، به این علت که واتساپ مسدود هست از طرف ما، حداقل رو بگم. و اما این بیننده عزیزی که پیام داده منتظر جوابش هست. سلام استاد عزیز، خسته نباشید. من چند وقت پیش سوال ازتون پرسیدم، شما گفتی که چند روز دیگه یادآوری کنید که من جواب سوالتون رو بدم. بعد یه چیز دیگه بود استاد، من یه خواب دیدم، خیلی برای من عجیب بود. یعنی من عذر میخوام از ایشون و از همه کسانی که میخوان تعبیر خواب بکنید، ما خوابها رو تعبیر نمی کنیم و مخصوصا در این برنامه این کار رو نخواهیم کرد، چون خواب اولا احتیاج به علم خاصی داره، بنده این علم رو ندارم و لذا شما به کسی دیگه مراجعه کنید که بتونن براتون خواب رو تعویل کنند.
لذا از ایشون عذر میخوام بابت این موضوع. خب میریم سراغ سوال بیننده عزیز دیگری. بله بفرمایید بفرمایید بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید، خواهش میکنم. ببخشید، کسی که مشرک باشه، بله، میشه اساس خرید کرد؟ بله جواب میدم خدمت. سوال دیگه ندارید؟ شما تماس گرفتید؟ نه خیر. باش، ممنونم از تماستون، جواب میدم خدمت. سوال این بیننده عزیز این هست که آیا میشه از انسانی که مشرک خرید کرد، بله میشه ازش خرید کرد، میشه بهش فروش داد و ستد کردن، تعامل کردن، خرید و فروش با کسانی که به نظر شما مشرک هستند یا شاید واقعا هم مشرک باشند مانعی درش وجود نداره، اینکه شما خرید و فروش میکنید. ولی اگر تجارت شما با ایشون سبب تقویت ایشون و ضعف مسلمان ها بشه، نه، اصل این است که با مسلمان ها تجارت کنید تا مسلمانان تضعیف نشند. ولی تعامل با غیر مسلمان، هر کی باشه، مشرک باشه، اهل کتاب باشه، گرچه امروز اهل کتاب های امروز هم خیلی هاشون مشرکند، ولی به هر حال اگر اهل کتاب هم باشه یا مشرک هم باشه، هر دیانتی داشته باشه، خرید و فروش و داد و ستد و رفت و آمد ایراد و اشکالی نداره، تا حدودی که تأیید دین اون، تأیید اعتقادات اون و تقویت دین و اعتقادات اون در این کار نباشه. ولی وقتی که تبدیل شد به تقویت ایشون، تأیید دین و باورهای ایشون، تقویت ایشون و تضعیف مسلمانان، اون وقتی که جایز نیست. بیننده مجموعه زیادی پیام فرستادن ولی همه رو تقریبا پاک کردن خودشون. بله سوال آخریشون رو که سوال زیادی فرستادن که بله میگه من یک دختر 16 ساله هستم، مادرم 7 سال پیش فوت کرد، من 8 برادر و 3 خواهر دارم. پدرم بعد از مرگ مادرم ازدواج کرد. ما افغانی هستیم و داخل ایران زندگی میکنیم. پدرم برگشتن به افغانستان برای اینکه اونجا زندگی کنن. ما و 2 خواهر پیش برادرمون بودیم. خواهر بزرگم ازدواج کرده و یه شهر دیگه زندگی میکنه. پدرم 4 سال بعد از افغانستان آمد پیشمون. من که دختر نازدانه پدرم بودم، گفتم من باهات میرم، یعنی باهات میام افغانستان. و بعدش همه راضی نبودن، چون فقط من تنهایی میرفتم. همه میگفتن نرو که زن بابا خوب نیست و ایران پیش زن داداشم هم که بودم، هر کدوم به من یه حرفی میزدن، تعنه میدادن، منو نمیخواستن. و با وجودی که من هیچ کاری نمیکردم باهاشون، فقط برای قرآن خوندن هر روز مکتب میرفتم و میومدم. بالاخره من با پدرم آمدم افغانستان، الان 2 سال هست که اینجا هستم. میگه زن پدرم خیلی با هم بد اخلاقی میکنه، پدرم هم خیلی وقتا به ناحق منو کتک میزنه. و الان که میخوام برم ایران پیش داداشم، یک برادرم میگه که خواهرمو نزار بیاد ایران چون زنم اونو نمیخواد و سرنوشت نامعلوم. من الان برای من خواستگار آمده و خودم راضی هستم ولی خانوادم راضی نیستن. بابام اخلاقش خوب نیست، یه مرد به مردم تهمت میزنه، کسی راضی نیست که به خاطر بابام با ما وصلت کنه. الان شما بگین من از نظر شما چیکار کنم؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بله تلویزیون نوره، بفرمایید. بفرمایید سوالتون رو، بفرمایید. ممنونم، بفرمایید. شما ببین، شما صداتون روی اسپیکره چون صداتون برمیگرده. با گوشی حرف بزنید، گوشی تلفنتون که صداتون واضح باشه. از روی اسپیکر بردارید. صداتون واضح نیست. بفرمایید. بعد اینکه تهجد خوندی میخوای چیکار کنی؟ دو رکعتی بخونید؟ بله بله، جواب میدم خدمت، جواب میدم خدمت. خدا نگهدارش. تهجد. ادامه سوال این دختر گرامی و خوب، من چیکار کنم با این پسر؟ نامزدی کنم؟ پسر خودش پسر خوبی هست ولی باباش خیلی خوب نیست. زن بابام دروغ خیلی میگه، حتی چند روز پیش منو تهدید کرد که با چاقو تو رو میکشم یا خودم رو. میترسم که یه روزی خودش رو بکشه، بعد به گردن من بندازی، آبروی منو ببره. میگه خیلیشون بد اخلاقن، دروغ میگن. میره پیش بابام یه حرفایی میزنه، میگه داداشای من به خاطر این پدر این پسر راضی با حسد این پسر نیستند. لطفا زودتر جواب بدید، تو رو خدا زودتر جواب منو بفرستین. خب ایشون اما در مورد مشکل شما که در این شرایط قرار دارید، اولا سعی کنید که تصمیمتون رو درست بگیرید، خودتون جو و شرایط رو آرامتر کنید، سعی کنید از درگیری با زن باباتون تا زمانی که ازدواج نکردید دوری کنید و در هر چیزی که باعث میشه که درگیری و ناراحتی و مشکلات پیش بیاد شما دوری کنید تا شرایط مناسبتری پیش بیاد و شما ازدواج کنید. ازدواجتون با این پسری که گفتید، اگر حمایت خانوادتون در این موضوع لازمه و اگر ایشون هم وابسته به خانواده خودش هست و نتونه شما را حمایت کنه با توجه به این که میگی پدرشون بد اخلاق هست و بد رفتاری میکنه، اگر میتونه ایشون زندگی شما رو مستقل از اونها میتونه برای شما شرایط رو فراهم کنه که مورد حمایت خودش باشید، ازدواجتون به صلاح و به نفعتون است. ولی در شرایط آرامتری تصمیم بگیرید. و من اولا به برادرای شما این توصیه رو دارم که شما را حمایت کنند و تصمیمی رو بگیرند که در شرایط مناسب تری قرار بگیری. خود شما هم شرایط رو آروم کن برای اینکه بتونی درست تصمیم بگیری. لذا توصیه بنده همونطوری که عرض کردم، توصیه بنده به شما این هست که شما در زندگیتون در نهایت نیاز دارید به، مخصوصا در شرایط و جا و شرایطی که در افغانستان یا مهاجرینی که در ایران قرار دارن، شما در طول زندگیتون نیاز داری به حمایت خانوادت، حمایت برادرات، حمایت پدرت و همچنین حمایت پدرتون و شوهرتون هم همچنین. اگر شوهرتون واقعا یا همون پسری که خواستگاری میکنه از شما، اگر بتونه شما رو حمایت کنه و شما رو واقعا بخواد، شخصیتتون رو بشناسه، شما ایشون رو خوب بشناسید، به خاطر فرار از این شرایطی که درش هستی تصمیم نگیر، بلکه روی شناخت درستری تصمیم بگیر. اگر قرار باشه در وضعیتی که اکنون قرار داری و شما هنوز خیلی جوان هستی، در این شرایط اگه بخوای تصمیم بگیری، اگه تحت تأثیر فشارهای خانواده و زن پدرتون و بقیه افراد خانواده میخوای فقط از این شرایط فرار کنی،
این تصمیمتون احتمال زیاد اشتباه خواهید کرد. ولی اگه تحمل کنی و یا شرایط رو آرومتر کنی، از درگیری با زن بابا دوری کن، از مشکلات دیگری که وجود داره سعی کن که بار مشکلات خودت و خودت تحمل کنی، زحمت بیشتری بکشی در این که بتونی با شرایط و جوی که در خانوادت قرار داره کنار بیای، تا اینکه بتونی از روی تعقل و از روی آگاهی بیشتری تصمیم بگیری. سعی کن که درستتر تصمیم بگیری و درست درباره این شخصیتی که این آقایی که اومده خواستگاریت معلومات داشته باشی، برادرات دربارش بهتر بدونن. حالا اگه درباره پدرش میدونن بد اخلاقه، حداقل درباره خودش بدونن که اخلاق و رفتارش چگونه است. اون وقتی که تصمیم بگیرید و به برادرات هم توصیه میکنم که شما را حمایت کنند. اگر از طرف پدر حمایت نمیشی، حداقل از طرف برادرات مورد حمایت قرار بگیری. و اما بیننده عزیزی سوال کردن که نماز تهجد. نماز تهجد رو از بعد از نماز عشاء، بعد اینکه نماز سنت های راتبه رو خوندی و بعد اون تا اذان فجر وقت داری برای خوندن تهجد. نماز تهجد دو رکعت دو رکعت خونده میشه. پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند صلات اللیل مثنا مثنا، نماز شب دو رکعت دو رکعت هست. دو رکعت میخونید سلام میدید، دو رکعت دیگه میخونید سلام میدید، تا اینکه آخرین نمازتون هم وتر باشه، افضل تره. ولی اگه قبلش، یعنی بعد نماز عشاء وتر خوندی، میخوابی، بعد خواب دوباره بلند میشی برای نماز تهجد، دیگه بعد دوبار وتر نمیخونی، همون دو رکعت دو رکعت میخونی و تا وقتی که نماز اذان صبح داده میشه شما میتونید نماز تهجد بخونی. ولی دیگه وتر رو تکرار نمی کنی، در هر شب یک بار وتر خونده میشه، یا اینکه بعد عشاء میخونی مباشرتاً، یا اینکه بعد از نماز تهجد قبل از اذان صبح یک رکعت میخونی به عنوان وتر. و اما سوال بیننده عزیز دیگری که سوال کردند، سوال ایشون میگه سلام علیکم خدمت شما برادر گرامی، بفرمایید که چرا خداوند بعضی از آدم ها رو نازیبا آفریده، این گناه آدم ها مورد تمسخر رو نادیده گرفتن میشه، نادیده گرفته میشوند. مشکل این نیست که کسی زیبا یا کسی نازیبا هست، همه انسان ها رو خداوند در یک شکل نیافریده. تفاوت در خلقت آدم ها وجود داره، در توانایی هاشون وجود داره، در دارایی هاشون وجود داره. همه انسان ها به یک اندازه رزق و روزی ندارن، از جهت مالی، از جهت زیبایی همچنین، از جهت علم همچنین، از جهت همه مسائل دیگه، همه مسائل دیگه. ولی این که کسی دیگری رو تمسخر میکنه، خداوند دستور داده که کسی حق نداره دیگری تمسخر کنه. در حدیث صحیح اومده است که یک بار یکی از همسران پیامبر در مورد زنی رسول رو صحبت کرد، گفت که زن خوبیه ولی قدش کوتاه. همین عبارت رو گفت، قدش کوتاه. گفت که حرفی رو زدی، اگر این حرف تو با به آب دریا آمیخته شود، دریا رو آلوده میکنه. ببین چقدر گناهش بزرگه، چقدر گناهش بزرگه. و خداوند فرمود لیا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ادی دیگر رو مسخره نکنند. عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. نباید مردمان دیگر رو، قومی قبیله دیگری رو و قوم دیگری رو مسخره کنه. در ادامه میفرماید و زنی زن دیگری رو مسخره نکنه. چرا این حرف ظاهرا در میان زنان بیشتر دیگران رو مسخره کردن، به خاطر قیافشون، به خاطر شکلشون، به خاطر حرف زدنشون، نشستنشون، برخواستنشون، ادهی دیگری رو تمسخر کنن. به خاطر این خداوند فرمود که ادهی از شما ای زنان بعضی دیگری رو مسخره نکنید، چه بسا اونا از شما بهتر باشند. ملاک فضیلت و ملاک برتری زیبایی چهره نیست، سخنوری هم نیست، پولدار بودن هم نیست، داشتن قوم و قبیله بزرگ هم نیست. ملاک فضیلت تقواست و
تقوا رو خدا میدونه. لذا شرعاً ممنوعه و جزو گناهان بزرگه که کسی دیگری رو تمسخر کنه. مشکل اینجاست که مردم فرهنگش رو یاد نگرفتن. کسی فکر میکنه که اگه یک انسانی زیبا است، این زیبایی فضل تو نیست آخه، این فضل خداست، برای این زیبایی زحمت کشیدی، رفتی علم آموختی تا زیبا شدی، برای زیبایی که داری، چهره زیبایی که داری، این رو با تلاش و زحمت به دست آوردی. آخه وقتی که کسی بیاد به تو بگه زیبایی، داره کار خدا رو تعریف میکنه نه کار تو رو، تو کاری نکردی. اگه به تو گفت که علم خوبی داری، بله جای ستودن، جای این هست که خوشحال بشی و افتخار کنی به اینکه زحمت کشیدی تا به این درجه از علم رسیدی. اگه مهارتی رو داری، بله اگه کسی تو رو ستود به خاطر مهارتت، بله جای این هست خوشحال بشی. ولی وقتی که کاری که تو دخلی درش نداری، این که شما در جایی خلق شدی، در خانواده‌ای به دنیا اومدی، مثلا عربی حرف میزنن یا فارسی حرف میزنن یا کردی و ترکی و بقیه حرف میزنن، هیچ فضیلتی برای ما نیست. این زبانیه که درش متولد شدیم، در اون خانواده که به این زبان سخن گفتن ما میاد گرفتیم. اما فضیلت اونجاست که شما این زبان رو به خوبی در بخش شعر و ادب و تاریخ و ایناش رو یاد بگیری. اگه یاد گرفتی، داره تو داره یه هنری هستی. زیبایی هم همچنین، زیبایی هنر من و شما نیست، افتخار من و شما نیست، ملاک برتری من و شما نیست. و اون کسی که داره اهانت میکنه، دیگران رو تمسخر میکنه به خاطر اینکه در نظر ایشون زشته، بسیار اشتباه میکنه. شما ملاک زیبایی خودتون رو اخلاقتون قرار بدید، ایمانتون قرار بدید، علمتون قرار بدید، مهارتی که در زندگی کسب میکنید قرار بدید. چه فراوانند زنان و مردانی که ظاهر زیبایی دارند اما بی‌خاصیت ترین افرادند. و برعکسش هم موجود هست، انسانایی که زشتن، از لحاظ ظاهری زیبایی ظاهری ندارند ولی فضیلت های بسیار زیادی دارند. بلال حبشی، پیامبر اکرم ایشون رو فرستاد بر روی بام کعبه، بر روی سقف کعبه از آن گفت. برده سیاه‌پوست از لحاظ ظاهری زشتی بود ولی خداوند این فضیلت رو نصیبش کرد که هنوزم که هنوزه 1400 سال گذشته مردم از بلال حرف میزنن. کسی نیست که بلال رو نشناسه، ولی خب به زیبایی چندین زیبا، انسانهای زیبا و خوشقیافهی بودند که نامی ازشون نیست. بلال برده بود، قبیله هم نداشت، زیبایی هم نداشت، پول و ثروت هم نداشت. ابوبکر صدیق ایشون رو خرید، آزاد کرد. پس ملاک برتری آدم ها زشتی و زیبایی نیست. اون کسی که داره به یک انسانی که در ظاهر به نظر ایشون زشته داره توهین میکنه. و فراوانند، من اگه بخوام اسم علما و دانشمندانی رو ببرم که اصلا زیبایی نداشتند، بلکه خیلی خیلی از لحاظ ظاهری زشت بودند، ولی مردم به زانو می نشستن جلوشون تا بتونن از علمشون کسب کنند. شما سعی کنید که مهارت‌هایی رو در زندگی کسب کنید که شما از اونها برتر برید. اون زیبایی ایشون با یک بیماری احتمال داره از بین بره، ولی علمی که شما کسب میکنید، مهارتی که شما کسب میکنید، ایمان و اخلاقی رو که شما کسب میکنید، همیشه باهاتون هست تا آخر عمر. پس چیزی رو کسب کنید که واقعا هم ملاک فضیلته و هم ماندگاره. انسان نباید دل ببنده به چیزی که از بین خواهد رفت. علم انسان بعد خودش هم میمونه. علم بزرگان ما، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، 1200 سال، 1300 سال پیش علمی رو گذاشتن بعد از خودشون، هنوزم مردم دارن نامشون رو میبرن، براشون دعا میکنن، از خان علم اونها هنوز دارن استفاده میکنن. و علوم دیگه هم همچنین، شما ابن سینا رو میشناسید، دیگری رو میشناسید، شما در علم طب، در هر علوم دیگری که بخواید که ما نامتون ماندگار بشه، مردم براتون احترام قائل بشن، این هست که علوم رو کسب کنید. بله بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید بفرمایید، خواهش میکنم. الو، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، خواهش میکنم. من یه سوال داشتم،
ببخشید زیبایی ملاک میشه، دل آدم باید پاک باشه. بله درسته. بعد یه سوال دیگه هم داشتم، میخواستم بگم من تو خونم منبر آقا امام حسین دارم، میخوام روزه بگیرم امسال، هر سال روزه میگم چون زمینی دارم وقف مال امام حسین. بله من روزه میخوام بگیرم، اگه میخوام بگیرم میتونم بگیرم یا نه؟ رفتم از این نفر پرسیدم، آخدا که من اعتقادی ندارم. بله من رفتم از یه نفری سوال کردم، اون آدم پرسید رو اگر ماسک و دستکش باشن جمعیت زیاد نباشه چرا میشه؟ بله من اعتقادم هم از بله. بعد یه سوال دیگه هم داشتم ببخشید. بله خواهش خواهش. چون از صحبت و حرفای شما خیلی خوشم میاد، حرفای خیلی منطقی و عادلانه میزنید. بله خودم دلش من پاک باشه، با خدا و با ایمان باشه. بله همینه بس. ممنون از تماستون. با این چیزی نمیشه. درست باید باشه با درست. عقل درست. ممنون از لطف، ممنون از تماستون، خدا نگهدارش. اولا ممنون از تماس این بیننده عزیزی که تماس گرفتند و ایشون از پاکی دل خودشون چون دلشون پاکه توصیه هم کردند و بسیار زیبا هم توصیه کردند. زیبایی ظاهری مطرح نیست، دل پاک مهمه. حرف بسیار زیبایی و تشکر از ایشون. اما در مورد سوالشون میخوان منبر امام حسین بگیرند. من به شما خواهر گرامی و مؤمن و مسلمان من، ما وقتی که مسلمان شدیم، یعنی از اول زمانی که نه امام حسین بود نه فاطمه زهرا بود نه هیچ کدوم از اینها، وقتی پیامبر اکرم علیه السلام مبعوث شد، به پیامبری برانگیخته شد، خدا آن دستور داد، گفت که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا اطاعت کنید، از خدا و رسول خدا اطاعت کنید، یعنی دینتون رو از خدا و از رسول خدا بگیرید. ما ببینیم رسول الله علیه السلام وقتی که فرزنداش فوت کردن، من این جواب رو به ادامه میخواهم داد. بله بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. خوبیم، خسته نباشید. ممنونم، بفرمایید. کانال وصال حق نوره، بفرمایید. وصال حق هم از بله، وصال حق و نور با هم برنامه مشترک دارن. بله ببخشید، آیا اسم مبود به مقدسات، آیا اسم خدا رو قرآن و پیغمبر رو میارن، آیا واقعا خدا وجود دارد؟ نظر خود شما چیه؟ خدا وجود دارد؟ شما نظرتون چیه؟ نظر خودم ندیدم، من ندیدم. مگه شما خیلی چیزا رو نمیبینید؟ شما عقل خودتون رو میبینید؟ باشه، چی میشه مثلا یه دفعه یه نفر خدا رو ببینه؟ خب نمیتونی ببینی، شما خیلی چیزا رو نمیبینید. 400 میلیون مسلمان دارید. ببینید انسان تونسته با خود حرف بزنه. تونستن حرف بزنن ولی ندیدن، چون قابلیت شما الان ببینید، برید بپرسید، نمیدونم علمشو دارید یا ندارید، ولی میدونید که بدونید که قدرت دیدن ما، قدرت دیدن ما محدوده، اینو میدونید؟ میدونید خیلی چیزا رو ما با چشم نمیتونیم ببینیم؟ باشه، مگر خدا وجود دارد؟ من میخواستم اینو برم خدمت. باشه، جواب میدم، جواب میدم خدمتون. نگاه کن، شکه تو کلامتون. بله. داعش نه، فعلا اینو ول کنید، این رو رها کنید، داعش و غیر داعش و اینا رو حالا باشون دربارش حرف میزنیم، ولی سوال شما چیز دیگه است. تو کلامت خدا ما رو درست کرده، درسته؟ بله. خب کی خدا رو درست کرده؟ مگه قرار اگه خدا کسی قرار بود درستش کنه دیگه خدا نبود. قبول کن. نه، اگه خدا قرار بود کسی دیگه، ببینید اجازه بدید، اجازه بدید. باشه، اجازه بدید. اعتباری نداره قرآن. همش دروغ و افسانه است. چه قرآن، چه پیغمبر، چه خدا، همش داستان و افسانه بوده. خب شما دلیلی برای حرفات، ببینید شما هی حرف میزنید، دلیلی برای حرفات داری؟ شما حرفایی که میزنید، ببینید شما به جای اینکه
تحت تاثیر حرف این و اون قرار بگیری، بخواد شعار بدی، بیای سر و صدا کنی، خدا وجود نداره، خب حرفی که میزنی آیا دلیلی براش داری یا نداری؟ دلیل جناب علی وقتی که میمیری یا من میمیرم میرم زیر خط تبدیل میشم به خاکستر، از کجا من زنده میشم؟ این نوع دلیلش. از کجا زنده میشی؟ همونطوری که خلق شدی زنده میشی. چطوری از کجا اومدی؟ نه نه خودت از کجا اومدی؟ این رو به من بگو. این بابا اجازه بده، اجازه بده. ببین ببین دوست، از ماده، این ماده و این مذکر و ماده از کجا اومدن؟ نر و ماده به قول خودت اینا از کجا اومدن؟ اون تولید مثل آخرش به کجا؟ ببین آخرش به کجا میرسه؟ فرض برگرد، برگردید شما، برگردید به میلیاردها سال قبل، آخرش از یه نقطه شروع شده. من وقتی که نبودم چطور برگردم بمیدارم؟ پس چطوری در مورد چیزای حرف میزنی که هیچی ازش نمیدونی؟ وقتی که ببینی، وقتی که تو وجود داری، ببین امکان نداره وقتی که من بمیرم میرم زیر خط تبدیل به خاکستر میشم، از کجا زنده میشم میرم؟ از همون جایی که آفریده شدی، از همون جایی که آفریده شدی، از هیچ به وجود نیومدی. شکم مادر به وجود اومد. شکم مادر، مادر شکمشو از کجا آورده؟ مادر خودش از کجا اومده؟ پدر خودش از کجا اومده؟ ببین نسل به نسل ادامه دادن، نسل به نسل ادامه دادن. آخرش، آخرش انتهاش خاتمه به زندگی مرگ. آخر آخری که میگم، از اونجایی که میگی نسل به نسل اومدن، ابتداش از کجا بوده؟ چیش بوده؟ ابتدای خلقت از کجا بوده؟ میگم قانون طبیعت بوده. قانون طبیعت کیه؟ طبیعت کیه؟ طبیعت رو تعریف کن. طبیعت چیه؟ طبیعت زمین و آسمان. زمین و آسمان رو کی به وجود آورده؟ خب زمین و آسمان رو کی به وجود آورده؟ خودش بوده. از خود همینطوری بوده. چی؟ بله بله بله، شب و روز دارن حرف میزنن با تو. همین که ببین، تا من یه چیزو بهت بگم، تصویر نمیخواد، تصویر شما عقل داری. شما ببین، شما عقل داری، تصویر چیه؟ شما یه چیزی رو داری به اسم عقل، خداوند عقل به تو داده. تصویر شما که دارید در دادی حرف تصویر رو میزنید، میلیارد ها از اون اوایل من عقیده خوبی داشتم بدیم، ولی دیدم نه. چون خودم قرآن رو سوزوندم، بارها قرآن رو سوزوندم، یعنی افتخاری کردم. خب عقیده مقدسات توی دلم بیاد بیرون، همش خرافات بود، همش تلخین بود، همش حقه بازی بود. اتفاقا من یه چیز رو بهت بگم، همین که خداوند به تو فرصت داده، همین که خداوند به تو فرصت داده، به همه مشرکین دیگه هم فرصت داده. آخه وقتی که من با خدا حرف نزدم از کجا به من فرصت؟ این مشکل توه. اومده بگه تو ظلم بهت شده. این مشکل شما، شما میخوای مستقیما با خدا حرف بزنی، ولی خداوند مستقیما تو کلام من نگاه کن، شکر تو کلام مبارکتون جسارت نباشه خدمت بزرگواری. من به چی ایمان دارم؟ شهوت، قدرت، ثروت، این سه تا حکم روای میکنن. خب همینا حاکمن. اجازه بدید وقت برنامه رو هم گرفتیم، من جواب میدم بهتون. همینا حاکمن، همینها دارن حاکمن بر شما، شهوت، قدرت، ثروت بر شما حاکمن. فعلا از تلویزیون جواب رو بشنوید. من ابتدا سوال اون خانمی که تماس گرفت رو جواب بدم. سوال ایشون این بود که منبر امام حسین میخواد بذاره، روزه بخونه و اونجا خرج کنه. این چیزی که شما میگید، پیامبر اکرم علیه السلام برای فرزندهایی که داشتن و فوت کردن هیچ منبری نگرفت. برای عمویشون حمزه که شهید شد هیچ منبری نگرفتن. برای جعفر که عموی پیامبر بودند هیچ منبری نگرفتند. برای یارانش که همه شهید شدند در احد منبری نگرفتند. اونایی که در بدر شهید شدند منبری نگرفتند. برای هیچ احدی منبر نگرفتند. برای ام المؤمنین خدیجه، مادر فاطمه زهرا، کسی که در طول حیاتش پیامبر رو حمایت کرد و بهترین حامی و پشتیبان برای رسول الله علیه الصلاه و السلام بود، منبر نگرفتند. اینهایی که الان به شما یاد دادن به عنوان منبر، فقط دارن مشتی خرافات رو به شما یاد میدن. باید امام حسین رو دوست داشت، باید ایشون رو دوست داشت و پیرو ایشون بود، از این جهت که ایشون هم پیرو رسول الله علیه الصلاه و السلام بودند.
امکان نداره امام حسین کاری رو بکنه که جدش علیه السلام نکرده. خود امام حسین تابع و پیرو و مطیع رسول الله علیه السلام بود. اگه کاری انجام میداد نگاه میکرد که ببینه آیا پیامبر فرموده یا نه. اگه پیامبر چیزی رو نفرموده بود انجام نمیداد. اگه چیزی رو حضرت علی همچنین، حضرت حسن همچنین، بقیه اهل بیت همچنین، همه همینطور بودن. لذا پولتون رو، مالتون رو صرف چیزی نکنید که خرافاته، صرف منبر گرفتن نکنید. همون پول رو بدید به فقیر بخورند، برای شما بسیار بسیار اجرش بیشتره. این روزه خونی و این سینه زنی و غم زنی و خود نمیدونم نظری گرفتن، بینی عده میان میخورن به خاطر این تجمع کردن زن و مرد به خاطر چیزی که هیچ کدوم از اونها اصل و اساس دینی نداره. لذا سعی کنید که پولتون رو صرف چیزی بکنید که به خاطر به درد آخرتتون بخوره، و اون زمینی هم که وقف کردید اون رو وقف یک کار خیلی دیگه بکنید، وقف کاری بکنید که خدمت کنه به مردم. ولی اگه وقف این کنید تبدیل بشه به حسینی و سینه زنی، تا زمانی که شما هستید گناهش برای شما میاد. تبدیل کنید به چیزی که هر روز که یک انسان از اون استفاده کنه ثوابش به شما برسه. بیمارستانی بسازید، وقف بیمارستان کنید، وقف مدرسه کنید، وقف هر چیزی که بتونه خدمت کنه به انسانیت، این برای شما ثواب و اجرش بیشتره. امام حسین رو همیشه دوست داشته باش، برش صلوات بفرست، درود بفرست، و این بهتره. ما در قرآن کریم ما فقط یه چیز رو داریم که توصیه فرمود که انجام بدیم به زبان، و اون هم به دل هم هست، و اون هم اینه که فرمود، خداوند فرمود یا ایها الذین آمنوا، قبلش فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، فرمود ای ملائکه، خداوند و ملائکه بر پیامبر علیه السلام درود و صلوات میفرستند. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ای کسانی که ایمان آورده اید بر پیامبر صلوات و درود بفرستید. پس این کاری که ما به لفظ انجام بدیم دیگه، نیومده بگه روزه بخونید برای پیامبر، نفرموده که سینه بزنید، نفرموده که گریه کنید، نفرموده، هیچ کدوم از اینها نیست. شما هر شب بشینید هر چقدر میتونید، هزار بار هر چقدر میتونید صلوات بفرستید بر پیامبر و بر آل پیامبر، که شامل حسن و حسین و علی ابن ابی طالب و بقیه هم میشه، فاطمه زهرا و همه رو شامل میشه. لذا سعی کنید که پول و مالتون رو صرف کاری بکنید که براتون اجر داره و بعد خودتون ادامه داره این اجر. اما در روزه ها الفاظی گفته میشه که اون الفاظ احتمال داره که خدا از اون الفاظ ناراضی باشه. بعضی از الفاظ گفته میشه قطعا خداوند ازش ناراضیه. لذا اموالتون رو صرف درست کردن حسینی و صرف درست کردن منبر برای امام حسین نکنید، بلکه صرف کارهای خیری بکنید که شاید جان یک انسان رو نجات بدید. صرف این بشه یک بیمار دوباره به زندگی برگرده، صرف این بشه یک خانواده، یک زنی به خاطر این که نداری داره تنفروشی میکنه نجات پیدا کنه از این تنفروشی. این به نفع و خیر شماست. من چون وقت چندانی ندارم جواب تلفن رو نمیدم، میپردازم به جواب این آقایی که تماس گرفت که آیا خدا وجود داره یا نه. ببینید، مسلمه که خداوند وجود داره. ایشون میگه چرا نمیبینیم؟ ما خیلی چیزا رو نمیبینیم. ما در تمام حواسمون، در دیدمون، در شنیدنمون، در چشاییمون، در لمس کردنمون، از همه موجودات دیگه، از همه حیوانات دیگه پایین تریم. بدون استثنا حیواناتی هستند که اصلا قدرت دیدشون خیلی زیاده. به خاطر همین میگم وقتی که زلزله میاد حیوانات قبل از بقیه حس میکنن. چرا؟ چون قدرت شنیدنشون، قدرت حس کردنشون بیشتره. ولی ما اونو نداریم. ما قدرت بیناییمون همین الان هم. شما آیا واقعا ویروس کرونا رو با چشم میبینید که دارید ماسک میزنید؟ نمیبینید. چرا نمیبینید؟ چون قدرت بینایی من و شما محدوده. تا حدی اجازه داریم ببینیم. به خاطر همین حضرت موسی گفت به خداوند، گفت خدایا خودتو به من بنمایان که تو رو ببینم. گفت لن ترانی ولکن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. گفت نگاه کن اون کوه رو، اگه اون کوه سر جای خودش موند پس تو هم میتونی منو ببینی. خداوند لحظه‌ای
از جمال خود رو به کوه نشون داد، اون کوه با خاک یکسان شد. و سپس موسی سجده کرد و گفت خدایا من توبه کردم از این حرفی که زدم. لذا این چه امر بسیار طبیعیه، امر بسیار عادیه که ما چیزهای زیادی رو در این دنیا نمیبینیم، قدرت دیدن ما محدوده. این همه مخلوقات خداوند آفریده و کهکشان ها رو آفریده و همه موجوداتی که هنوز هم داریم ما ذره ذره داریم کشف میکنیم که عمق این هستی تا کجاست، هنوز به جایی نرسیدیم. هنوز یک قطره از یه دریا رو ما میدونیم درباره هستی، این هستی که به وجود اومده. ایشون پس ما در این دنیا نمیتونیم ببینیم ولی در قیامت میتونیم ببینیم. سوال این که خب قیامت وجود نداره، کی ما رفتیم میشیم خاک تموم میشه؟ خب مگه ما فقط جسمیم که تبدیل بشیم به خاک؟ جسممون تبدیل شد به خاک، آیا روحمون رو هم تبدیل میشه به خاک؟ نه. مگه اینکه شما منکر این باشی تو روح داری؟ و آیا این درکی که من و شما داریم همه اینها به وسیله این احساس مادی صورت میگیره یا بخشی از اون قدرت روحی است که انسان داره، قدرت معنوی است که انسان داره؟ گذشته از این، همون طوری که از نیستی به هستی اومدیم همون طور هم دوباره زنده میشیم. حالا ایشون میگه که خب اول از طبیعت اومدیم. طبیعت چیه؟ خب این طبیعت از کجا اومده؟ نهایتا شما یا میگی خدا ما رو درست کرده یا میگی طبیعت ما رو درست کرده. پس خدای تو میشه طبیعت، نهایتا به یه جایی تکیه زدی. شما گفتی اون طبیعت من رو درست کرده، ولی من میگم خداوندی که سه تا صفت اساسی وجود داره که همش رو در این هستی و در این جهان شما میبینید، نمیتونه طبیعتی که کره کور نفهمه این هستی رو به وجود آورده باشه. چرا؟ ببینید یه چند تا چیز هست. یکی، برای خلقت این هستی، برای به وجود اومدن این جهان، ما سه تا چیز رو پی بهش میبریم، میبینیمش به وضوح. یکی علم، در این جهان علم وجود داره، یعنی من و شما بر اثر تصادف به وجود نیومدیم، از روی علمی درست شدیم. شما وقتی که میبینید این همه عظمتی که در خلقت انسان هست، چشمی که طبق یک مکانیزم و یک برنامه دقیقی میبینه، گوشی که بر اساس یک نظم و یک برنامه مشخص شده ای میشنوه، قلب شما بر اساس یک برنامه خاصی کار میکنه، اینقدر منظم و دقیق و عالمانه ساخته شده که انسان شکافت‌انگیز وقتی که تنها یک سلول رو شما اگه بشکافی روش مطالعه کنی. پس جهان بر اساس علم به وجود اومده، یعنی سازنده اون عالمه، کر و کور و نفهم نیست، عالمه. پس علم یکی. دومن اراده هست، یعنی خواسته شده برای اینکه به وجود بیاد. این گونه نیست، اراده در مقابل امور تصادفیه. من اراده میکنم این لیوان رو بردارم، در نتیجه وقتی این رو برمیدارم میذارمش یه جای مشخصی، ولی اگه تصادفی باشه من دستمو تکون بدم بزنه به این لیوان، آیا این لیوان در یک وضعیت خوب قرار میگیره یا چیزی که داخلش واژگون میشه و میریزه که بهش میگن تصادف؟ آیا شما تا حالا دیدید تصادف منجر بشه به یه چیز خوب؟ آیا باعث شد انفجاری که در لبنان اتفاق افتاد، آیا همش تبدیل شد به ساختمان‌های آسمان خراش و خیابون‌های منظم یا تبدیل شد به یه ویرانه؟ تصادفاتی که در جاده‌ها می‌بینید، آیا تبدیل میشه به یه چیز خوب؟ همه اینها در نتیجه اون چیزی که داره اتفاق افتاده در هستی، یک اراده‌ای پشتش بوده، اراده ای که این رو میخواسته درست کنه و درست کرده. بر اساس چی؟ بر اساس علم. همه اینها رو شما مشاهده میکنید، نیازی نیست به اینکه به چشم حتما ما خدا رو ببینیم، اینها رو میبینیم. نشانه اینه که اون کسی که این جهان رو آفریده علمش رو داشته که این جهان رو به این قشنگی و زیبایی و منظمی آفریده، خواسته به وجود بیاره. تصادفی نبوده دو تا چیز رو به هم بزنه تبدیل بشه به کره زمین، دو تا چیز رو به هم بزنه تبدیل بشه به آفتاب، دو تا چیز دیگر رو به هم بزنه بشه یه انسان قشنگ و زیبا و خوب و با این سیستم کامل و با تعداد کروموزوم های مشخصی که در مرد این تعداد کروموزوم مشخص، در زن این تعداد کروموزوم مشخص، و هر کدوم از این کروموزوم ها میلیون ها صفت های شخصیتی انسان ها رو تشکیل میدن، به این نظم و به این دقت به وجود بیاد، بعد زن و مردی با هم آمیزش کنن، اون تعداد کروموزوم ها با هم دیگه آمیخته بشه و تبدیل بشه به یه موجودی داره یه صفاتی که ترکیبی از صفات ژنتیکی این دوتا
در هم دیگه هست. مگه میشه این جهان به این قشنگی و زیبایی، به این همه نظم و علم بر اثر یک تصادف ناگهانی به وجود اومده باشه؟ این دو تا صفت گفتم، یکی علم ثابت میکنه این جهان، دیدن این جهان، مطالعه این جهان ثابت میکنه سازندش عالم بوده. دو، ثابت میکنه که با اراده و تصمیم و برنامه ریزی انجام داده. سومین چیزی که ثابت میکنه، ثابت میکنه که خالق این جهان قادر مطلقه. این همه هستی رو با این همه نظم و ترتیب دقیق به وجود آورده، حتما قادر بوده، حتما قدرت داره. اگه شما این سه تا چیز رو در اون طبیعتی که خودت میگی، اگه این سه تا چیز رو داشت، یعنی اگه شما اسم طبیعت رو میذارید، حالا اسمش رو میذارید طبیعت و داره این سه صفت بود، پرستشش کن. در نتیجه این رو میخوام بهت بگم، شما عقل خودت رو نمیبینی، شما خیلی چیزای دیگر رو نمیبینی، یعنی وجود نداره. هر چیزی رو که به چشم خودت ندیدی انکار میکنی. و اینکه ما اومدیم داره این نظم مشخص هستیم، برنامه داریم، همه مسائل خوب رو داریم، بعد بگیم نه ما مردیم میشیم خاک، اصلا امکان پذیر نیست این حرف و هیچ عقل و منطقی این رو هم نمیپذیره. خب من فکر کنم نمیدونم وقتی برای برنامه باقی مونده، بله چند دقیقه باقی هست. خب من برم سراغ تماس های دیگه از شما عزیزان. بله سلام علیکم و رحمت الله. استاد یک سوالی بود در مسئله طلاق. حاضر میدونی که جوانان دست به هرچ میزنن، جوانانی بخصوص مسلمانی که از شناخت دین دورتر هستن، از مواد مخدر استفاده میبرن که خلاصه کار همین میشد، اونا از عقل بیگانه میشوند. در حالت از عقل بیگانه شدن به خانه وارد میشود و همسرش میگوید که اگر تو نزد من نبیایی، من برات سه طلاق میخونم. و همسرش از هوش میرود، نزدش نمیرود. به همین حکمی، همین واجب میشود، قبول میگردد یا که نمیگردد؟ در همین سوال پاسخ میدادید. سلام علیکم استاد، اگر وقتتون در میان برنامه کم است، می توانید که به شکل صوتی در همین آدرس ارسال کنید؟ ممنون میشم. ما تقریبا یک دقیقه بیشتر پایان برنامه نداریم، ولی سوال ایشون این بود که کسی که مواد مخدر استفاده میکنه، بعد میره زنش رو طلاق میده، و آیا، حالا نمیدونم سوالشون رو درست متوجه شده باشم، و زنش رو طلاق میده یا لفظی رو میگه که اگه پیش من بیای یا نیای طلاق واقع بشه، بعد خودش بیهوش میشه و از حال میره. در مورد طلاق انسانی که مسته، آیا طلاقش واقع میشه؟ اهل علم در این اختلاف نظر دارن، همه اتفاق دارن در این که کسی که عقلش برش نباشه طلاقش واقع نمیشه، اما در مورد مست به خاطر توبیخ اون، به خاطر این که داره کار غلطی رو در اساس انجام داده و هرچی بر اون کار غلط مترتب میشه رو بهش به پاش باید بیست و مسئوله. مثل این که کسی مست بشه و بزنه کسی رو بکشه، مسئوله. کسی که در حال رانندگی مشروب الکلی مصرف کنه و کاری رو انجام بده، بزنه، تصادف کنه، آدمی رو از بین ببره، مسئول اون قتله. و اینها همه پاش قرار میگیره، چون از قبل گفته شدن که تو نباید مشروب الکلی مصرف کنی، از قبل گفته شده. لذا اکثریت فقها بر اینند که طلاق انسان مست واقع میشه. ولی خب برخی از اهل علم هم از اونجایی که گفتن که خداوند گفته لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون،
گفته نزدیک نماز نشید تا زمانی که مستی از سرتون بیفته، بعد نمازتون قبول. لذا اینو قیاس کردن، گفتن خب وقتی که نمازش قبول نیست طلاقش هم واقع نمیشه. اما همونطور عرض کردم این در واقع قانون اون تفاوت داره با این. تفاوتش این هست که قانون هایی که قانون جزو قانون جزایی هستند و جزو مسائلی است که مرتبط به حقوق دیگرانه، در نتیجه باید حتما رعایت کنه و از مصرف مشروب الکلی دوری کنه تا مشکلات دیگری رو براش به بار نیاره. همونطوری که اگه در حال مستی چاقو بزنه یکی رو بکشه قاتله، همونطوری که گفتم رانندگی کنه در حال مستی محاسبه خواهد شد و در مورد طلاق هم به همچنین محاسبه خواهد شد. این رأی اکثریت فقها هست. عرض کردم بعضی هم میگن که طلاق آدم مست واقع نمیشود. مفصل این رو هم در واتساپتون براتون ارسال خواهم کرد. به من میگن وقت کاملا تموم شده، به انتهای برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر وقتی دیگر همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين